سلام. در انتخابات کنونی ریاست جمهوری تاجیکستان، چی در خارج از کشور و چی در داخل خودی تاجیکستان، قشرهای گوناگون اهالی شرکت داشتند و در انتخابات رای دادند و شاید آنان هم بودند که از انتخابات، از رای دهی در انتخابات خودداری کردند، شاید آگاهانه و با نشانه اعتراض و شاید در خارج از کشور به خصوص به سبب نبود شرایط. ما با صحبت کنونی خود از شهر دوشنبه امنیت عبدالنظر، تحلیلگری امور سیاسی، و سلیمان ساکن شهر دوشنبه و انتخاب کننده را داریم و همین گونه از شهر مسکو نصرت الله ولیوف، شهروند تاجیکستانی مقیم مسکو شرکت دارند. آقای امنیت عبدالنظر، من میخواستم صحبت را با شما شروع کنم ولی میخواستم اول از سلیمان بپرسیم که سلیمان، شما در رای دهی شرکت کردید و رای دادید، اگر ممکن است بگویید که با جانبداری از کی رای دادید و اگر نه اونم حق شماست. با جانبداری نامزد ارزنده خود و آواز دادگی هستم، رای دادم. بله، به هر حال شما با این رای خود فکر میکنید که در آینده چی نقش خواهید داشت در حیات تاجیکستان؟ نقش رای شما چی خواهد بود؟ رای من و عموماً جوانان یک تقدیرساز و سرنوشت ساز هستند، زیرا قشر اساسی جامعه تاجیکستان را، یعنی که 50% جامعه تاجیکستان را جوانان تشکیل میدهند و جامعه تاجیکستان رو امروز، آینده جامعه تاجیکستان رو به جوانان تصور کردن غیر امکان است. تشکر. و همین گونه از آقای امنیت عبدالنظر در دوشنبه میخواستم بپرسم که شما جریانات انتخابات را عموما و جریان رای دهی را پیگیری کردید و راجع به جریان رای دهی انتخابات کنونی چی نظر دارید تا این لحظه ها؟ حزبای مختلف جمهوری تاجیکستان با تشبث دیگر تشکیلات های غیر دولتی یک اتحادی تشکیل کردن و این اتحادها پیشنهاد آزاد کردن به خاطر انتخابات آزاد و شفاف. ولی چرا باشد که اون پیشنهادهای این حزبای مختلف و تشکیلات های غیر دولتی قبول نشدند و نابسته بین این اتحاد نامزدی خیش را پیشنهاد نمود که این خانم با نظر و عین حال بودند، لیکن با سبب های نامعلوم اون کسم نامنویس نشدند و به این خاطر تا اندازه که من اطلاع دارم این حزبای مختلف و تشکیلات های غیر دولتی این انتخابات را ناعادلانه اعلان کردند و حزب سوسیال دموکرات بایکوت اعلان کردن، تحریم نمود. تشکر. و همین گونه از آقای ولیف نصرت الله در مسکو میخواستم بپرسم که به نظرم شما بار اول در خارج از تاجیکستان در روز رای دهی قرار دارید، بار اول در خارج رای میدید، درست است؟ شما رای دادید به هر حال در انتخابات؟ نه، این بار اول نیست، بار دوم هست که من در خارج از کشور به ریاست جمهور آواز میدهم. امروز هم من صبح از خواب خیستم، به سفارت جمهوری تاجیکستان و شهر مسکو رفتم، چون که اقامت من در ولایت مسکو است و از منزلی که من هستم تا جای آوازدهی حدوداً 30-35 کیلومتر هست. رفتم و رأی خود را به نماینده ارزنده دادم و باز برگشتم، آمده به منزل و حالا صحبت دارم با شما. تشکر. و در مقایسه با همصحبت پیشین ما آقای عبدالنظر، شما گفتید که رای دادید، فکر میکنید که رای شما در حیات سیاسی تاجیکستان نقش خواهد داشت؟ انشاءالله، من امیدوارم، چون که اگر نقش نداشته باشد چرا رای میدهیم؟ به خاطر اون رای میدهیم که در آینده فرزندان ما، نبیره های ما در جمعیت زندگانی کنند که واقعا دموکراتی، دنیاوی و از همه لحاظ دولتی باشد که به منفعت خلق و مردم خدمت کند. بله، شما گفتید که در سفارت تاجیکستان رای دادید، در حوزه انتخاباتی مسکو که در سفارت است، شما چی فضای را مشاهده کردید؟ آیا انتخاب کننده ها یا رای دهنده ها زیاد بودند؟ نه، انتخاب کننده در اولی که من رفتم انتخاب کنندگان زیاد نبودند، لیکن میزبانان خیلی زیاد بودند، نمایندگان، یعنی حفظ حقوق، ترتیباتی که حفظ حقوق اینجا بودند،
یعنی میلیسیای مسکو، پلیس مسکو خیلی زیاد بودن. وقتی که بعد من اومدم بیرون، یک با یک اتوبوس خیلی، یعنی نمیدونم ممکن است مردی کارها باشن که اونها رو آوردن برای رای دهی. اساسا در اونجا جوانها، یعنی که دانشجوانی که در مسکو امروز تحصیل دارن، بیشتر آنها در اونجا بودن و رای میدادن. خب آقای امنیتی عبدالنظر، سوال این بعدی من به شما است. در شهر دوشنبه آیا شما باور دارید که شماره رای ها یا آرایی که از روسیه به تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخاباتی فرستاده می شود واقعیت خواهد داشت؟ نه، هیچ باوری ندارم. به خاطر که اصلا اون مردمی که امروز در مهاجرت است، کلشان قریب که نمایندگان حزبای مخالفین هستند، و اون مردمی که امروز از مشکلات زندگی وطن خود را ترک کردن، چطور میتونن امروز به همین حکومت و به چنین و برابر جدید کنونی جمهوری تاجیکستان آواز بدن؟ چون اینا امروز به همین خاطر، به خاطر یک بردنان تاجیکستان را ترک کردن. و دوم، اون مردمی که امروز میخوان که رایشان را بگیرن، یک 10-20 روز قبلا حقوق آنها را برای امضا ماندن برای نامزد خیش، حقوقشان را پایمال کردن. یعنی آنها حقوق امضا کردن نداشتند. پس هر فردی که حقوق امضا ندارد، پس او حقوق آواز دادن باید نداشته باشد. پس وقت حقوق آنها پایمال بشد، آنها هم امروز به مانند حزب نهضت اسلامی به سلسله میکنند، اعتراض میکنند. اعتراض آنها این شرکت نکردن در انتخابات است. و اون آماری که حاضر میتن، این آمار اصلا واقعی نیست. و آقای ولیف، میخوایم از شما بپرسیم که شما با واقعیت آرای مهاجرانی که از روسیه به تاجیکستان فرستاده میشود، البته نتیجه های آن، باور دارید؟ امروز من یک چیز خیلی عجیب را مشاهده کردم. من با دو پاسپورت تاجیکی امروز به سفارت رفتم. بله. با پاسپورت خودم و با پاسپورت خانمم. بله. وقتی که من اگر در دوشنبه می شدم، من در دوشنبه چندین بارها نه تنها برای خودم، برای خانومم، برای بچه هم، برای همه اهل عائله خودم تنها آواز داده گستم. بله. از دون می کردم به یگان گفتگو. یک نفر به جای چند نفر؟ جان؟ یک نفر به جای چند نفر؟ بله بله بله. لیکن امروز وقتی که من با دو پاسپورت رفتم و گفتم که من خودم می خواهیم آواز دهیم، با من دو تا بولتین دید و من رد کردن و تنها پاسپورت خودم را گرفته و من یک بولتین دادم. بله. گفتم که خانمتان بیاید خودشان آواز دهند. تشکر آقای امنیتی عبدالنظر. در دوشنبه قبل از آن که اختیار سخن را به شما گذارم، نوار را با هم ببینیم، اندیشه های ساکنان شهر دوشنبه را درباره شرکت کردن و یا نکردنشان در انتخابات بشنویم، بعد صحبت را ادامه می‌دهیم. که حال کنه است تو چی درجه دونستانی تو این انتخابات است اینجا مردم چیتری کنیدن برای ما؟ برای چی آواز دادیم؟ برای اینکه معرکه سیاسی است، معرکه تقدیرساز است. میخوام که آواز من پیروز شود. ما باوری داریم که آواز ما تقدیرساز و آینده ما را حل میکنند. ما جوانان همیشه در برنامه سیاسی فعال هستیم. همه خواهیم که نفر انتخاب شود که برای خلق ملت خدمت خود را در این نظر دارد، شب روز در پای تلاش مهنت خلق باشد. نامزد از اون قواهایی که با نامزدی خودشون رو میموند و از سبقت بیرون شد و بعد این من دیگر یکون امیدی نداشتم در دیگر نامزد رو امید نبستگی بیدم. شما اشتراک نمیکنید؟ نه. خب آقای امنیتی عبدالنظر، نوارها را دیدیم، اندیشه ساکنان را شنیدیم در باره رای دهی، شما چی میگوید؟ فکرتان چی هست؟ اولا باید بگفت شرکت کردن یا نکردن این اختیار هر فرد است و هر فرد حقوق دارد شرکت بکند یا شرکت نکند. بله. لیکن مردم اصلا به اون محدودت های که نسبت حقوق مردم رای دهندگان بود، مردم اصلا
مدودیتی که به قانون مختلف بود مردم اون را قبول نکرد. من میگم که حزبای مختلف اصلا به خاطر سه چیز و مردمی تاجتان هم به خاطر سه چیز انتخابات را بایکوت کرد و بگم که اشتراک نمیکنن. یکم رد نمودن پیشنهاد آید به تغییرات و علاوه در قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آید به انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در آنجا یک مسئله کلیدی بود. این یعنی شرکت کردن ازبای مختلف در شمول اعضای کمیسیا که نماینده هر یک ازبا نماینده خیش در قطعه انتخابات داشته باشد. لیکن صد افسوس این پیشنهاد ازبای مخالفین قبول نشد. دوم چرا ازبا اصلا بایکوت اعلان کردن یا که مردم شرکت نکردن؟ به خاطر که حکومت کنونی دوم سبب رعایت نکردن ماده 65 کنستیتوسیا. به همین خاطر هم نیز ازبای سیاسی و مردم بسیار در انتخابات شرکت نمی کند به خاطر رعایت نکردن ماده 65 کنستیتوسیا. و سیوم والدین اون مردمی که امروز مهاجر نام دارن کلشون که در تاجیکستان هستن و آنها به اون خاطره که حکومت کنونی امضای اونا را رد نمود و این باید بگفت یک محدودیت دیگری بود به اون قانونی که یا خلاف قانون دیگری که بود و به خاطر اینم نیز مردم تاجیکستان اصلا اون مردمی که فرزندانش در اونجا هستن اشتراک نخواهند کرد. تا اندازه که من اطلاع دارم زاده از 1.5 میلیون اهالی ما در بیرون ز مرز است. تشکر و یادآوری میکنم که از مسکو به صحبت ما عزت امان کارشناس امور مهاجرت همراه شدند. آقای عزت شما ما رو میشنوید؟ بله میشنوم. خب صحبت ما درباره شرکت مهاجران تاجیک در رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری بود. میخواستیم قبل از همه از شما بپرسیم که آیا شما با واقعیت نتیجه هایی که از روسیه راجع به رای مهاجرین به تاجیکستان فرستاده می شود باور دارید؟ انتخابات برای من همون روزی که نامزدی آینه حال بابا نظر و رد شد نگذشت برای ما تمام شد، برای من شخصا تمام شد و من امروز نرفتم برای آوازدهی، برای که اصلا ضرورت نمی بینم که به کسی آوازدهم، چون که حالا میخواهم نمیخواهم شخصی که باید رئیس جمهور شود که میشود، این برای ما معلوم است. برای همینم که ما که ضرورت نمیشماریدیم و دوستمون هم گفتیم که لازم نیست به اون طرف رفتم و تا حال ما نفهمیدیم، در جایی نشنیدیم یا نخوندیم که رأی مهاجرین در مسکو و یا در خود تریتوری روسیه گفته شده باشد. مثلا خود رادیو آزادی امروز چاپ کرد که 30% مهاجران آواز دادن. این 30% کی حساب کرد؟ از کدام حساب کردن اینا؟ و چون وقتی برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود از شما مهمانان عزیز خواهش می کنم که در ظرف چند ثانیه اگر نکات دیگری برای گفتن داشته باشید اضافه کنید. با آقای امنیتی عبدالنظر شروع می کنیم. بفرمایید دوشنبه. من قبلا گفتم و جانبدار برادر عزت همان هستم، به خاطر که در تاجیکستان اصلا انتخابات سالهای زیاد در مدت 21 سال است که انتخابات اصلا وجود ندارد، همش تعیینات است و همش خاک پاشیدن به چشم مردم خود است. بله. لیکن من امید دارم کسی که رئیس جمهور شود و این عمیق است که رئیس جمهور می شود، یک امید دارم که کوشش بکنند در این 7 سال آخر همون تمغه خودکامگی و نپاتیزم یا که خشتباری رو از بین برند. تشکر و سلیمان سخنان خلاصه شما رو میخواهیم بشنویم. و مردم از انتخابات خود راضی هستند، از انتخاب خود به نامزد ارزنده راضی هستند. شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تشکر و همین گونه نصرت الله ولیف نظر شما. امیدم آن است که آینده ما بهتر و خوبتر می شود. تشکر. و آقای عزت امان خلاصه شما. خلاصه منم با دوستایی که قبلا گفتن پیوست می شوم. منم نیکبین هستم و امیدوارم که بعد از انتخابات رئیس جمهور با یک کابینه نو، با یک بگیم که یک کمانده نو می تواند انشالله تاجیکستان از بنبست بیرون بیارد.
تشکر مهمانان عزیز برای شرکتتان در برنامه ما. بار دیگر یادآوری میکنم که در این صحبت از شهر دوشنبه امنیت عبدالنظر، کارشناس امور سیاسی، سلیمان جوانی تاجیک و ساکن شهر دوشنبه انتخاب کننده، از شهر مسکو نصرت الله ولیوف شهروند تاجیکستان مقیم مسکو، و در تقریبا پایان صحبت از شهر مسکو همچنین عزت امان کارشناس امور مهاجرت شرکت داشتند. تشکر. خدا نگهدار.